بفهمه تو. سلام علیکم. 80%. چطوری آقا جلال؟ 100%. ما تو معراج دنبال شما میگردیم، به خاک پیداتون میکنیم. آقا ما 30% رفت معراج، بقیهش دیپورت شد. ببخشید آقا مجید رو یادم رفت. سلام آقا مجید، احمد آقا. بفرمایید بشینید. بفرمایید. این آقا مجید که شما میبینید از دوستای بنده است. بله. احمد آقا از سر بره. شما بزرگی برید. خوشحال شدم از زیارتتون. اهل چای هستید یا نه؟ مومن نیکیو پرسه. بریزی می‌خوری؟ حسن آقا سلام علیکم، خسته نباشید. آقا مصطفی اونجا هستن؟ ای لطف کنید گوشی رو خدمتشون بدید. سلام علیکم آقا مصطفی، خسته نباشید. بساط چایتون به راست؟ از صبح تا حالا بسمون رو تحویل نگرفتی چرا؟ قربون دست، دو نفرم مهمون دارن. متشکر، خسته نباشید. با عزیزتون. خب دیگه چه خبر؟ سلامتی قربون، سلامتی. یه صحبتای ما قبلا با هم کردیم راجع به یه موضوعی، همون نقاشی دیواریه. خب کسی براش پیدا کردین؟ آره دیگه، آقا مجید و ما امروز برای همین وقتشو گرفتیم. آقا مجید کار نقاشیش یکه، یعنی در حقیقت 20ه. بچه اهل دلی هم هست دیگه. و سلام نامه تموم. آدمی که شما معرفی کنین مسلما اهل دله. آدم؟ آقا مجید فرشته است. مخلص شما، مخلص ایشون هم هستیم ما. خلاصه ما این دست آقا مجید رو گذاشتیم تو دست خود. مخلص شما دیگه، هر صحبتی که داریم با هم انجام بده. این قرار مداراتون هم با هم بذارین لطفا. بری چنش چاش میگوشم. بله منم تو شما دو تو صحبتتون رو میکنم میرم بیرون یه سر بریم برای بچه ها میزنم و برمیگرم. سلام ما هم پس برسون. یا علی عرضم به حضور این برادر عزیزم آقا مجید، امسال برای دهه فجر تصمیم گرفتیم که تو نقاط مختلف شهر عکس شهدای سال 56 رو روی دیوار نقاشی کنیم. برای یکیشم مزاحم شما شدیم. ما در خدمتیم. شما قبلا کار کردید نقاشی رو دیوار رو؟ بله، توی دانشکده یه دیوار خیلی بزرگ بود کار کردیم با یکی دوستامون. بله، انشالله از پسش برمیاد که انشالله. خب این دیواره که قرار نقاشی کنیم چند متر است؟ یه دیواری حدود 8x5 کنار اتوبانه. پس دیوار بزرگیه. بله، الان عکس رو خدمتتون میارم. این عکسی که شما باید نقاشی کنید شهید سعید سماواتی. البته قابل ذکره غیر از اسمش که باید زیر نقاشی یادداشت بشه، یک بیتم از اشعار حافظ هست، اونم باید به خط نستعلیق بنویسید. اتفاقی که از دوستامون توی انجام خوشنویسان دوره دیده، خطش خوبه، میگم اون بنویسید. خب الحمدلله. فکر میکنید چند روزه بتونید اونو تموم کنید؟ چطور مگه؟ عجله داریم؟ دلمون میخواد تا 22 بهمن تموم بشه. ما سعی اونو میکنیم. البته باید بریم دیوار رو بهم ببینم، بعدش من چند نفر از بچه‌ها رو انتخاب کنم برای که کمک بکنن دیگه. خب خیلی متشکر. از نظر مالی هم اصلا نگران نباشید، چه از نظر دستمزد چه از نظر برای خرید مواد اولیه‌اش، ما در طول کار در خدمتتون هستیم. حالا کی از دستمزد حرف زد؟ خب پس من آدرس رو خدمتتون میدم تا تشریف ببرید مکانش رو ببینید. بله. نمیدونم چرا امروز آقا مصطفی ما رو تحویل نمیگه. خوش بریم به اتفاق، من در خدمت باشم. چای دو تا چای داغ با هم بخوریم. بفرمایید. بفرمایید. آقا مصطفی خودشه. عجب دیواره هم بلنده، جون میده واسه نقاشی باهاش. آره. خوبه، برات داربست هم زدن.
فکر کنم این 7-8 روز حسابی کار دارم. امید به خدا منم هستم، بچه هم هستیم کمکت. بابا چه خبره بیرون؟ معلومه دیگه صدای عباس آقا رو نمیشنوی؟ من میتونه داره کیو میده بابا رزی بابا این عباس آقا اگه یه شب یه نفر کتش نزنه این کارم شبش زاب نمیشه. معلومه کیو داره میزنه برو بدبختی بزنه بابا ولشون کنه اصلا اینا جیره هفتگی شما داره دعواخ میکنه دیگه سه هر هفته میگم حمید کنه نکنه داره حمید میزنه ها؟ مگه تو اتاقش نیست؟ نه ما تو بله شایی داره همینو میزنه ها خوب کاری میکنه میزه شادی عقلی بیا تو سری بچه بلش کن. من اصلا نمیفهمم آخه این مرده چیه شه این دلش میخواد دامادم بکنه؟ آه بچه ها بلش کنیم من دو بار حساب کردن دوباره اشتباه دارم. اینجا بینه ببینم صورتتو فنگت بینه دیدی گفتم خودش داره کتک بیا برو بیا 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 اینجا چیکار داری چه؟ بیا بیا همه دیزا این عباس آقا چند بار به شخصیت تو توهین کرده؟ چند بار بهت بدی بیراه گفته همه؟ بازم میری زلتماس میکنی که دخترتو بده به من عجیبه والا حیف برسه اون مرد که رویه بزن اصلا علیکی نزن شعر یاد بگیتن ما که دوام نشده بود. ای پس چرا صورت اینجوریه؟ عباس آقا با اوشن عرفش شده بود ما رفتم جلو سوا کنم عباس آقا عباسش نبود با موش دست دو چشم باور کنید این آخر سر به خاطر این خود شیرینیش جونش میده من میدونم دیگه بیاییم بخوریم بیا شما بخوریم عزیزم بیا شما بخوریم من الان میام. ببینم من حساب کتاب دو کجا کشیدم الان تاموش نکن بسان رو بانجا بخوشش عجبه اگه دو نفر از بچه بیان کمک من گوجه حدود 10 روزه هم میتونه تمامش کنه. نه کلی من بخش رو خونیش والا من چه میخوام بیام اما به خانمم گل دارم برم شهر هستم به خودم مجید اگه چیزی تش میمونم من میام کمک. شهریار الکی نگو اگه مردانه و هستی من رو تو حساب کنم. بابا حساب کن دیگه حرف دادم دیگه. باش افشین جان تو چی؟ تو میای کمک؟ من که نقاشی بلد نیستم بیا اونجا بسیم چیکار کنم؟ آقا جون حتما نباید نقاشی کنی که تو خطت خوبه بیا همون خطاشو بنویس. خط آره هستم خط خیلی خوبه حالا تو رشته خودم بگه جای نرسیدیم شاید تو هنر یه چیزی بشیم. آره حالا اکیوی شروع میکنیم از همین فردا بچه ها ولی باید حسابی کار کنیم این قاشو محمد باید بجنبین دیگه نکن بابا نکنی برش کن دست در نکنه افشوزم همه چی تکیمه یه فقط اگر یه هم دار بادم امزون رسیده به این زیاده اگر مثلا برش کن حالا بگو ببینم این عباس آقا اوشنگ سنت چی دعوا میکردم پول شاید میشه نداره بود دعواش کی نداره اوشنگ؟ معلومه دیگه عباس آقا مثل همیشه نه؟ درسته؟ حالا چی شد؟ بعد از این همه مرافعه داد یا نه بلند؟ نه گفت ندارم خب نداره بعد بخواه خیلی نداره از کجا بیاره آره چی دیگه؟ فلکس میگه خودم به جاست دادم خودم به جاست دادم گفت مال این ما قبل بعد با مستام آها اون یکی حسابت هم اینجا میذاره دیگه نه؟ اینجا قشنگه ها اینجا پول کرایش هم بکنم فردا از تو بیاد بگیره تاکسی و اینا رو چی شد پس بچه نمیاد؟ نمیدونم هر جا میری گیر میکنه
کتابه. چی شد؟ درست شد دیگه. امروز میریم خرید میکنیم، از فردا هم کارو شروع میکنیم. پول چی شد؟ صحبت کردیم؟ علل حساب. فردا موزتون مشخص میشه بچه‌ها. زیاد ناراحتون نباشه، خیالتون راحت. خب از کجا شروع کنیم؟ هیچ، میریم این چک و پول میکنیم، بعدش هم میریم خرید. سطل و رنگ و قلم و این چیزا. بار بستم که باید اجاره کنیم دیگه. نه خودش اونها درست میکنه. بریم. بزرگتر از ایناش هم میتونیم کار. مطمئنی ما میتونیم اینو نقاشی کنیم؟ من که فکر نمی کنم بتانم تو بالا بیام. حالا ببینم اگه این بالا ما افتادم پایی یه بلایی سرم اومد کی جا منو میده؟ بس این پولو واسه چی بهت دارم میدم؟ واسه که واسه بعد تماشا کنی؟ سلام سمیرا. سلام، چقدر طولش دادی؟ خب بیاریم بالا، شام که نخوردی. حواست کجاست؟ مثل اینکه ما امشب مهمونیم. ما مهمون؟ کجا؟ گفته بودم که خونه دختر خالم. بریم. آخ ببین سمیرا، چجوری بگم، من یه خود کار دارم، اگه میشه امشب خودت برو. یعنی چی؟ میدونی یه کاری قبول کردم، تا چند روز دیگه حتما باید تحویلش بدم. چه کاری؟ نقاشی دیواریه، عکس شهیده که باید توی طرح بکشم. حالا داشتم رو طرحش کار میکردم. چقدر بهت میدن؟ هنوز راجعه به پولش صحبت نکردیم، ولی فکر نکنم خیلی پول بدن. تو پس واسه چی قبول کردی؟ چرا قبول نکنم؟ واسه اینکه قرار بود توی این هفته بریم مسافرت. واسه اینکه من رو حرف تو برنامه ریزی کردم. خب یه هفته عقب بندازی مسافرتمون. آسمون که به زمین نمیاد که. ببین مجید، همین امشب میری تمام قرار مداراتو میریزی به هم، هم خیال من راحت میکنی هم خودتو. آخه چرا این کارو بکنم؟ واسه اینکه من اصلا این کارا خوشم نمیاد. یه جوری حرف میزنی انگار که من دارم این کار خلاف میکنم. ما رو بگو که فکر میکردیم با یه هنرمند داریم ازدواج میکنیم. چی شد اون شعارا که میدادی من هنرمو نمیفروشم، من واسه پول کار نمیکنم؟ هنوزم به اون حرفا معتقدم سمیرا. بابا من به تو گفتم که برای پول این کار رو قبول نکردم. یعنی میخوای بگی که تو به این کار اعتقاد داری؟ ببین سمیرا، تا الان عصبانی هستی، من بعدم برات کاملا توضیح میدم. خوبه؟ موفق باشی سمیرا. تو چرا فکر میکنی هر کاری که تو دوست داری من باید اون کار رو انجام بدم؟ ها؟ گفتم دیگه، موفق باشی. مجید ببین این شعره خوبه واسه زیر نقاشی دیواریه نمیسن. کدوم؟
بر سر آنم که گرز دست برایت دست به کاری زنم که قصه سرایت. چهرهی حافظ همش قشنگه. خوبه داشتم این رو میخوندم، دیدم این خیلی نزدیک داره به نقاشی. باشه پس همین رو بنویسیم. باشه تو چی دیده؟ نه هیچی نیست. باز با سمیرا دعواتون شد؟ ولش کن بابا، دیگه عادت کردم. عادت کردیم چیه؟ تعریف کنم اینم چیه جریان؟ به چی عادت کردی؟ تو بد زمونه ای داریم زندگی میکنیم افشین. معیار همه چی پوله. اگه یه کاری درآمد خوبی داشته باشه با ارزشه، اگه اون کار درآمد نداشته باشه بی ارزشه. خب این چه ربطی داره به دعوای تو با سمیرا؟ از اینکه من وقتم رو 10 روز بذارم برای کشیدن نقاشی ناراحته، از اینکه مسافرتمو 10 روز عقب میفته دلخوره. شاید اونم حق داره. چی رو حق داره افشین جان؟ اگه به خاطر این کار 1,000,000 تومان من پول میدادن و خوشحالم میشد، میگفت برو حتما این کارو بکن. خب اون که بعد تو رو نمیخواد، اونم فکر پولته جیبته. افشین جان مگه من از پول بدم میاد؟ ولی کشیدن نقاشی فرق میکنه. چه فرقی؟ افشین جان ما داریم عکس کسی رو نقاشی میکنیم که جونش رو فدا کرده، اون میتونست الان مثل ما زندگی کنه. خیلی فرق میکنه، متوجه هستیم؟ وقت ما برای کشیدن یه نقاشی دیواری حساب 2010ش میکنیم. پس اون برای فدا کردن جونش چقدر باید دستمزد میگرفت؟ نه حرفت کاملا درست و منطقیه. من فقط اینو میگم که زندگی مجردی با زندگی زناشویی متفاوته. تو زندگی مجردی میتونی همش به این معنویات فکر کنی، ولی وقتی که ازدواج کردی دیگه یه مقدارم باید حق و حقوق زنت هم رعایت کنی دیگه. همه چی شده پول دیگه. انسانیت، رفاقت، جهان مردی هیچ کده بیلم واقعا. نونوایی هم بری نون بخوای ازت پول میخواد نه انسانیت. خب پس همین شعر خوبه دیگه، من همینو تمرین کنم که بنویسم. تا من قفل فکر نکنم. چی شد پهلوون؟ به این زودی خسته شدی؟ اون امیری نفری 3,000 تومان بده این کار نمیارزه که نمیارزه. شهریار جان هر وقت احساس کردی خسته شدی یا دوست نداری کار کنی میتونی بری. یا چی با تو بود؟ این چهر روزه اصلا نمیشه باش حرف زد. آقا خب راست میگی، از تو تالا اینقدر قرقر کردی مخمونو خوردی؟ خب مگه بی خود میگم؟ این همه زحمت بکش، رنگ بخر، نقاشی کن، اصلا گیریم هم که نقاشیش خوب در آمد که چی؟ روزی 3,000 نفر آمده این نقاشی رو دیدن، خب چه فرق میکنه؟
ببین شهریار جان، این نقاشی هر کاری نکنه لااقل میتونه یه کاری بکنه که مردمی که اینجا رد میشن یادشون بیاد که چه آدمایی بودن، جونشون رو فدا کردن تا تو راحت زندگی کنی. کدام راحتی بابا راحت زندگی کنی؟ این راحتیه؟ بابا چه موقع بحث کردن بیا بس کارو هم بکنی بابا. خسته نباشی بچه‌ها. سلام. خسته نباشی. بحث. چند دونه دست در تو آقا. آقا به وقت من با نشه راحت باش. بفرمو روخامت هم بده بیا. این روخامت هم بده بیا. سوا کردم شیریناشو. دست درنه ولی بچه ها جدن دمتون گرم. من فکر نمی‌کردم یه روزه بتونیم تمام دیوار رو سفید کنیم. پدرمون در اومد خیلی بود از تو که معلومه. شهریارم همینطور. ولی نه مجیدم معلومه بیشتر به خودش رنگ زده تو به دیوار. خب جلال جان، کار که برای دل آدم باشه آدم خستگی نداره که. بفهم. نه بزن من قربون این دل تو برم. جلال جان آقا، این عکسی که ما قراره بکشیم شهیده رو خودت میشناسی؟ یعنی آشنای قبلی باش داری؟ والا فرمانده بوده؟ نه برگلو فرمانده نبوده، ولی منم اینجوری که شنیدم میگن یه جوون بوده، این خود ما سال 56-57 توی انقلاب یه گله بهش میخوره درجا شهید میشه. همین؟ کمه؟ نه بابا، منظورم اینه که چرا میره اینم شهید؟ ما چرا باید عکسی شهیده رو بکشیم؟ خب حتما یه دلیلی داره. آره بخورم حالا بابا. عجب اندونه یه دست درنا. بله خوبه. بچه ها اونجا رو ببین کی داره میاد. آدرس اینجا رفت. اینجا ولت نمی کنه بچی. من بهش ندم آدرسو. حالا از حمید گرفته دیگه. آره دیگه زنگ زده خونه از حمید. خوش برو. وخی بابا وخی. خوش برو. بچه خدا به امرو. تو هنگونه ندی. آقا مجید چاقو. حالت خوبه؟ میبخشی که دیشب نتونستم باید بیام مهمونی. فراموشش کن. خب حالا چرا میبریم پایین؟ نمیخوام ببینی که روی این دیوار چی قراره بکشیم؟ ها؟ نه کار دارم، باید برم. بس واسه چی اومدی؟ ببین مجید، هر یه روزی که میگذره من بیشتر متوجه تفاوت روحی خودم با تو میشم. متاسفانه تمام وجوه مشترکی که بین من و تو بود و باعث شد من و تو به هم علاقمند بشیم همه داره قلابی از آب در میاد. مثلا؟ خیلی چیزا. یکیش خلبازیه تو. کدوم خلبازی؟ نکنه منظورت نقاشی دیواریه ها؟ اصلا من نمیدونم تو چرا با این نقاشی مخالفی؟ تو رو خدا بحث نکن. اصلا دیگه حوصله این چیزا رو ندارم. پس چی کار کنی؟ کاراتو بکن، فردا میام دنبالت، میریم مسافرت. سلام خانم. سلام مجید جان. هندونه دست در نکنه. جلال جان تو چرا زحمت کشیدی؟ بچه ها خسته بودن گفتم من بیارم براتون. با اجازه. ممنون. بیا ببین سمیرا، من قول دادم تا چند روز دیگه حتما این نقاشی رو تموم کنم. میخوام همه سعی و کوششمو بذارم که نقاشی یه چیز آبرومند بشه. این موقعیت برای همه پیش نمیاد، تجربه خوبیه. پس بذار منم حرف آخرمو بهت بزنم مجید. من دیگه خسته شدم. یا از همین امروز دست از این کارات برمیداری یا چی؟ یا باید یه فکر اساسی بکنی. من نمیتونم با مردی زندگی کنم که تمام خصوصیاتش، اخلاقش، عقایدش با من 180 درجه فرق داشته باشه. سمیرا تا فردا فکراتو بکن. خدافظ.
این مجید هم علیه آدم ساده یا افشین ها فردا که کارمان تموم شد نفری 5000 تومان میذارن کف دستمون میگن یا علی خوش آمدی تو که نه خصیص نمیدی حالا 5000 تومان هم ندن چی میشه بگیم؟ بله همون افشین اگه من مثل تو مجرد بودم مثل خیالی نبود ولی حالا چون من میخوام برم شهرستان بودم پیش مجید فکر برای چی؟ گفتم کار کنم به خود پول دستم باشه دست خالی نرم که ماشا سلام مردای تمام مخلص شما پیداتون نیست قیبتون زده لابات اینجوری شما رو دیوار رنگ میده یا صورتاتون هم مجید بخور کجا داری بریم؟ ببین چیزی میگیرم برای شام بخوریم دیگه بخور میکنه بایی حدی؟ عهد کجا بود؟ عهد که تو ماشین داره میره خونه رفت؟ حالا رو صندلی اینطوری کس کرده لم داده رفته عجب بود شاید هم رسیده باشه خیلی بیمعرفت ها بابا گو بعید دوتا بیمعرفت هر طرف همون خدافزی کن تو چه نمی خدافزی کنم؟ خود دیگه گو ما خدافزی کنم چای مایه بود شیه ها چای آماده است بیمیزه فقط دستاتون رو بشونی همه زندگی رنگی نکنی برو دیگه رئیس تمام خوبی؟ شکری حالت خوبه تو هم که رنگی تو چی تو ماتم میرفتی کشتی هال غرق شدن دوباره؟ نه باشید این نیست خدا پس شما هم با همه تو فیلم شام اونجا میگه هنوز نخوابیدی؟ میدون ساعت چنده؟ خوابم نمیبره با فردا صبح زود باید بیدار بشیم بریم سر کار تو در روز دیگه هم اینجوری نمیتونیم تحویل بدیم کارو دیگه احتیاجی نیست افشین جان برو بگی بخواب یعنی چی احتیاجی نیست؟ فردا میرم سراغ یکی از بچه ها میگم کارو اون رو دام بده آخه چرا؟ ما تو خودت قول ندادی کارو تموم کنی و چی شد یه دفعه تصمیمت عوض شد؟ بابا آدم که زن میگیره که دیگه اختیارش همش دست خودش نیستش که خانم محبوب با این قضیه مخالفه آره چرا؟ چه میدونم حرفش که رو راست نمیزنه که همش قرقر میکنه چون دستموزش کمه؟ نه بابا دلیل مهمتری داره افشین جان تو که میدونی که این سالها تو فرانسه بوده چند سال اومده ایران اصلا نمیتونه نمیفهمه انقلاب مردم ایران تصور درستی از مردم نداره همه مردم سر چی دعواشون میشه شما دوتا سر چی بله آقای عزیز ما دیروز دادیم که مایانمون رو مایانه میگیدین شما یا روزانه ببخشید ما حمید و ما همون بچه جنوبه میفهمید داری با کی صحبت میکنی؟ آره میفهمم حکی میفهمی همونجا باشه مادم بیا تا ببینمت زبونی داری زبون پیدا کرد چی میگی تو آقا حرف حساب چیه؟ کجا رفت؟ آقا کجا رفتی قایم شدی؟ کاری باید ندارم میخوام باید صحبت کنم حیف که نمیدونم کجایی و یعنی نه حالتو میگرفتم ما همه میذاریم سر کار تو ما میذاری سر کار جلال خان سلام آقا مجید
چطور رفیق نیمه را؟ بب آقا جلاب دهنه پای بینه آخش بشین بفهم بشین زشته بفهم خیلی خوب باقی اومدیم خوب چطوری؟ صحبونت یه نار؟ بابا صحبونه هست کود تا نهار بزن بفهم صحبونه ساعت 11 حقا که هنرمندی بسر حقا که هنرمندی جلال جان دیشب اصلا خوابم نبود به خاطر همین تا ساعت 10:30 خوابیدم بخور بخور که نمک نداره اگه میخوای نمک بزن آش نه بی نمکش بهتره این آخرم خوابم والا هیچی اون رفیقه تو کارشو شروع کرد قراره که یه دست دیگه رنگم رو دیوار بزنه فقط خدا کنه کارشو تو آخر هفته بتونه تمام کنه تمومش میکنه سر موقع این که از رفیقای خیلی خوب منه ها کارش هم خیلی بهتر از منه آره اونی که شک ندارم میدونم کارش از تو بهتره ولی جلال واقعا شرمنده هم این کارو خودم باید همون میکردم میبخشید چایی که میخوری آره خرز دست دارم ببین نظیر اصلا مهم نیست که تو این کارو بکنه یک کسی دیگه ببین اصلا هیچ فرق نمیکنه تو نشده یکی دیگه تو این شهر آدم زیاد از این نقاشی بکشه مهم مشکل زندگی توی که دارم رام همین دیشب بهت میگفتم گفتم تا میتونی قدر این دوره مجردی تو بدون بله آقا رو ما تازه میخواستیم شما رو بفرستیم خواستگاری واسه همون زن بگیری سب کن با یه چیز بزنم تو سرت اینا که داغه سب کن بابا شوخی کردم کی با این وضعیت ما زن میده ولی مجید جان جدن بیشوخی دارم میگم اگه به حرف خانمت گوش دادی کار خوبی کردی میدونی بعضی وقتا تو زندگی بعضی از مسائل خصوصی از خیلی چیزای دیگه مهمتره با این حرفات میخوای دل منو خوش کنی؟ نه به خود و نه به جون مجید دارم از ته دل میگم البته خیلی دلم هم میخواد بدونم که چرا خانم تو با این قضیه مخالفت کرده میدونی اون دلش نمیخواد که امضای شوهرش پای اثری باشه که اون بهش اعتقادی نداره همین چرا اعتقاد نداره؟ اون یه جور دیگه فکر میکنه اصلا به نظرش این کارا یه جور مسخره بازی و کارای خنده داره دیگه آخه چرا؟ میدونی اون سالها ایران نبوده انقلابو لمس نکرده تصورش از انقلاب یه چیز دیگه است اون فکر میکنه که انقلاب یه شورش هیجانیه که با شکستن شیشه ها و آتش زدن ماشین ها و شلوغ بازی جوان ها ایجاد شده خیلی عجیبه میدونی خب خانم تو اهل کتاب و ترجمه و اینجور حرف هست ولی این اعتقاداتش همچین یه خورده ببخشید البته آره چون هر چی داره از تو کتابا داره کتاب خیلی خونده همه اطلاعاتش هم محدود میشه به همون کتاباش فقط و فقط ببین بین کسی که یه واقعیت رو با گوشت و پوست خودش لمس میکنه با کسی که فقط تو کتابا میخونه فرق زیادی هست حالا چرا گیر داده به تو؟ من یه قرار هر چیزی که اون بهش معتقده تو هم به همون اعتقاد داشته باشی بابا این یعنی زن سولاری بابا ولش کن دیگه کم اصلا اونو خود کرده خیلی ببین مجید جا من یه سوالم از خود تو داشتم من دلم میخواد بدونم تو واسه چی همون اولش دلت میخواد که نقاشی رو خودت کار بکنی ها؟ جلال جان ببین هر نقاشی دوست داره بالاخره یه کار فرسک هم نقاشی دیواری بکنه ببین تو دنیا خودت که میدونی خیلی نقاشی دیواری هست که نقاشا به یادگار گذاشتن یکی این که من دوست داشتم یه کار فرسک بکنم دوم این که یه جوری چجوری بگم خواستم ادای دین بکنم میخواستم با این نقاشیم بگم که یه موقعی آدمایی بودن حالا نیستم خب حالا تو با این نقاشی که میخوای بکشی فکر میکنی مثلا چند نفر رو میتونی متحول بکنی چند نفر که اصلا به این قضیه هیچ اعتقادی ندارن معتقد بکنی ها متحول من فقط اگه یه نفر رو یه سر سوزن به فکر فرو میبرد این کارم کافی بود برام خب پس تو تمام این کارا رو میکنی تمام این زحمت رو میکشی که اون یه نفر فکر بکنه دیگه درسته خب آره حالا چی میشه اون یه نفر خانم خودت باشه یعنی چی؟ یعنی این که آقا مجید اون یه نفر پیدا شد تمام شد رفت شما به جای نقاشی باید فکر بکنی چی کار میتونی بکنی که خانمت بشینه فکر بکنه حتی قد سری سوزن
آخه جلال جان تو که سمیرا رو نمیشناسی، اون متقاعد نمیشه. مؤمن خدا، وظیفه هنرمند که متقاعد کردن دیگران نیست. البته ببخشید بنده دارم جلوی جناب عالی ابراز فرض میکنم، شاید هم بنده خدا یه سری حرفو بزنه، یه سری دلایل بیاره که برای خودش قانع کننده باشه، از کجا معلوم؟ جلال تو امروز یه جوری دیگه حرف میزنی، چی میخوای بگی؟ الان برات میگم بچه‌ش. ببین تو اگه بتونی خانومت رو وادار کنی که فکر بکنه، خب به همین مسائلی که خودت گفتی، مثل انقلاب، شهادت، خیلی چیزای دیگه، اگه خانومت فکر بکنه، به نظر من از این که تو تمام در و دیوارای این شهر رو از نقاشی پر بکنی، به خدا ارزشش بالاتره. آخه چطوری؟ این که کار خودته. ولی حالا این وسط چشم، اگر از دست منم کاری برام در خدمتگزاری حاضرم. البته این یه تیکه جمله منو نشنیده بگیر. درست میگی. مسافرت کارو سپردن به من. ممنون، خداحافظ. خداحافظ. سلام، ببخشید آقا مجید هستم. بفرمایید والا، بفرمایید. ممنون، تو ماشین منتظرشون هستم. سلام. سلام. ممنونم که به حرفم گوش دادی. حالا دیگه جست نگیر. فردا بریم. کجا؟ سفر دیگه. باشه بریم. فقط یه خواهشی ازت دارم. چی؟ من به خاطر تو کاری که دوست داشتم کنار گذاشتم، دیگه نقاشی نمی کشم. در مقابلش انتظار دارم که تو همین کاری برای من انجام بدی. چه کاری؟ قول میدی؟ باش. دوست دارم قبل از اینکه بریم سفر بریم خانواده این شهید، با خانوادش صحبت کنیم، چند ساعتی وقتمون رو بذاریم که چی بشه؟ ببینیم کی بوده، کجا بوده، چطوری جونشو فدا کرده واسه ما.
تا بالاخره یه خورده بهتر بشناسیمش دیگه. ببین مجید، من از این کارا خوشم نمیاد، اصلا دوست ندارم به این چیزا فکر کنم. ازت خواهش کردم سمیرا، به خاطر من، تو من قول دادی باشه. میخوای نظرم رو عوض کنی؟ نه اصلا، من دیگه اون نقاشی رو نمیکشم. خوبه؟ خب پس دنبال چی؟ خودم هم نمیدونم، ولی نمیدونم که تا این که یه نفر رو نشناختیم نباید در موردش قضاوت کنیم. همین. باشه، امشب با هم میریم در خونهشون، آدرسش رو گرفتم. بیا، حیف که شوهرمی، وگرنه. متشکرم. عجید زود پاشی ها. چشم، چقدر سفارش میکنی؟ گفتم که بلند میشیم. جا خدا کنه باشه. آخو مصطفی،